د ملي والو حکومت د چارواکو د ژمنو خلاف یو ځل بیا کندوز ښار د لوړ تهدید او همدا ډول د سقوط له ګواښ سره مخ شو. تېره ورځ وسلوال مخالفینو د کندوز پر ښار له څو خواوو برید ترسره کړ او وسلوال طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندوز پر چاک باندې خپل بیرغ ودروي، خو افغان امنیتي ځواکونه ویل کېږي نن شپه دوی توانېدلي چې وسلوال طالبان د کندوز له چاک څخه همدا ډول د لومړۍ نه یې دومې او درېمې اوزې څخه دوی په شا وتنبوي. د کندوز والي وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو نښتې هم کمې شوې دي. د دې تر څنګ د پاسون کوونکو یو قماندان محمد علي بیا وایي چې اوسمهال د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کندوز ښار په کوڅو کې جګړې دوام لري. سلام وخت مو په خیر، زه زبیح الله سرات یم او تاسو له ټولو نیوز المان نه تودې خبرې خپرونه لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د افغانستان د خلکو د ملي ترقۍ د ګوند مشر ډاکټر محمد داود راویش، د پوهنتون استاد نصیر ترکی او لیکوال او ژورنالیست نبی مصداق. تاسو ته خیر الله سمخونه ته په خیر راغلی. مخکې له دې چې له تاسو سره خپرونه پیل کړم، خدمتونکو د کندوز د والي ویان سید محمود دانش هم د ټلیفون پر کرښه له موږ سره دی. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه باندې وروستي معلومات له دوی څخه واخلو. ښاغلی دانش سلام پر تاسو، وروستي جزئیات که موږ ته راکړئ. په اوس کې د امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ جګړه په کومه ساحه کې دوام لري؟ د کندوز چاوک د چا په لاس کې دی؟ همدا ډول کومې حوزې اوس امنیتي ځواکونه توانېدلي چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي؟ بسیار تشکر. اول سلام بر شما، سلام بر میمانای عزیز و سلام به تمام مردم شریفی که همین اکنون برنامه شما را میبینه تقدیم میکنم. حوالی ساعت 3 بجه شب امشب شب گذشته دشمن طالبای مسلح از چندین نقاط عملات تهاجمی را بالای ولایت کندوز آغاز کرد. خوشبختانه در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی و نیروهای شجاعی افغان مقاومت تند در برابرشان صورت گرفت و این جنگ تداوم پیدا کرد تا لحظه که اونها تانستن خود را در خانه های مردم جاسازی بکنن و از خانه های مردم ملکی به عنوان سنگر استفاده بکنن. و انتظارات شانی بود که حادثه 6 میزان را تکرار بکنه و برای مردم آسیب برسانن. الحمدلله ساعتهای عصر دیروز قطعات خاص و کماندو به رهبری جنرال جلال یفتلی و همچنان قطعات ضربتی و تمام نیروها در کل به رهبری آقای مراد عملیات گسترده تدافعی را انجام دادند و قطعات کماندو را شبانگام وارد شهر کندوز ساختند. نقاطی که واقعا آسیب پذیر بود به اون نقطه ها اینها را سوق دادن و همین لحظه که من با شما به تماس هستم الحمدلله وضعیت لحظه به لحظه بهتر شده. فعلا جنگ در کدام نقاط کندوز جریان دارند؟ فعلا که ما شما صحبت میکنیم، فعلا جنگ یه قهوه خانه یه سیترکی بندر موتر زخار و در این موقعیت ها جنگ فعلا ادامه داره. بله، شما اشاره کردین که نیروهای خاص و کماندو آمدن وقتی که نقاط کاسه پذیر بودن. پیش از این چرا برای نیروهای امنیتی از مرکز در کمک خواستن شدن تا که مخالفین مسلح دولت نمیتانستن اقلا یک بار دیگر کندوز با خطر سقوط روبرو بسازن و حتی تا چوک کندوز خود برسانن؟ بدون شک بیشتر نمیشنوم قسم سوالتان را گرفتم. در شما خبر دارین که افغانستان در آسانی رفتن به برنامه کنفرانس بروکسل هست. بدون شک دشمنا و رقبای سیاسی افغانستان هم تلاش خود را داره که در این مقطع حساس به بعضی نقاط از افغانستان آسیب برسانند تا به صدمه وارد بکنند و احتیاط طلبی بکنن. اما خوشبختانه در این تهاجمی را که در کندوز داشت تا هنوز با مقاومت تند هم روبرو است و عملیات جدی توسط قطعات جریان داره، ولی متاسفانه
دشمن از خانه‌های مسکونی در بعضی نقاط استفاده کرده. اما آقای دانشی، دشمن و اسلحه‌های مخالفین یک توسط هلیکوپتر یا طیارات دپورت شدن در شهر قندوز یا در نزدیکای شهر قندوز، یا این تهدیدات پیش از پیش هم وجود داشتن؟ اعضای ولسی جرگه یا هم اعضای شورای ولایتی وقتی که با تماس می‌گرفتن، اونا میگفتن که تهدیدات وجود دارن. بعد از اون که تهدیدات وجود داشتن، چرا پیش یک برنامه زیر دست نمی گرفتن تا با این مشکل روبرو نشن؟ از ماهای گذشته بعد این سو عملیات به خاطر تطبیق‌سازی تحت رهبری مراد علی مراد جریان داشت. شما بهتر آگاه هستین، نیروهای عملیاتی کار را از ولسوالی هایی که طالب بیشتر اونجا حضور داشت آغاز کرد و چونتری اون نقاط وقتی نیروهای نظامی فشار آورد دشمن را در اون نقاط شکست دادن. دشمن خواستند که در این فرصت نیروهای نظامی در اون مناطق مستقر هستند و همیشه اونا کوشش میکنند و تلاش برمی دارند که یک نقطه ضعف را که پیدا کردن و از اون نقطه حرکت میکنند. اونا در این فکر شدند که فعلا نیروهای نظامی بیشتر تمرکزشان روی ولسوالی ها است و اونا همین تصمیم را گرفتند که از عمومی شهر بالای مرکز کندوز از دو سه ناحیه حمله آغاز بکنند. بله خاله دانش دستیم ویل کیگی چه اقل تاوز کندوز که کم وصلوال طالبان چه در امنیتی زواکن پرولاند جنگیگی در گواندوی هوادون و مرست و همکاری هم لزان سر لری پده علبانی ورستی معلومات است چه دی دست افراد اشخاص در وصلوال طالبان و پرمنز کشتون لری چه اقل ده کارندویی که بیچه بحرانه استخباراتی کردی یا پا افغانستان که حد صدقه که بیچه دقه جگلی تنور هم دوام ورکری او دقه شلوار وسطی. بدون شک در قسمت بگویم که همه کل بین نیروهای نظامی وجود داره، ولی دشمن کم دست کم آدم نباید بگیره. اونا هم با حمایه خارجی خود دستهای بیگانه هم تلاش بیشتر برای ناهمسازی میکنه، اونا هم تلاش عظمی خود را به قسمت دارن. بله اوس وصلوال مخالفین یا وصلوال طالبان چیرته دی؟ پشاتم بول شویدی، ماسیر شویدی یا هم طول لمنزه ورل شویدی؟ واقعیت چه دی؟ مخالفین مسئله دولت فعلا در کجا قرار دارن؟ به عقب رانده شدن و یا هم ماسیر هستن و یا هم از بین برده شدن؟ مخالفین فعلا در صبحی تا به همین لحظه کمراتون صحبت دارم مرال خودم کم کم دارن از دست میتن و نیروهای ویژه کمندو الحمدلله وارد عمل شده و از نقاط اساسی که اونا تصمیم تصرفش داشته بودن به او موفق نشدن و دوباره به نقاط اصلی که نقطه اولی تواجمشان بود به او نقطه ورفته تارم. اما باز هم مشکلاتی که پیش به وجود آمدن اونم موضوعات باز دیده میشن. مخالفین مسلح دولت پس به عقب میرن، اوجا اکمالات خود میکنن، پس میان باز تا چوک قندوز خود میرسانن. کسایی که در رأس نیروهای امنیتی هستن اونا هم به مردم قندوز اطمینان میتن که قندوز بار دیگر سقوط نمیکنن، اما بار دیگر سقوط میکنن. اینم یک بازی عجیب و غریب نیستن؟ خب رهبری محلی تلاش خود را کرده و تمام وقت شبانه روز تلاش خود را کرده و بهتر میدانیم تلفاتی که در طول یک ماه برای دشمن وارد شد ولسواری ها بسیار سنگین و جبران ناپذیر برشان بود و در این حال اما نتیجهش برعکس چیزی دیگه میبره که اونا باز منسجم میشن و سر قندوز حمله میکنن و قندوز بار دیگر با تهدید بسیار کلان روبرو میسازن. سوالتان صدایتان بسیار کاملا خراب میاد، گفته نمیتونم. درباره تلفات ملکی اگر برای ما بگوین، فعلا امار که شما به دسترس خود دارین درباره تلفات ملکی چی هستن؟ مردم قندوز فعلا با کدام مشکلاتی روبرو هستن؟ چقدر تلفات ملکی وجود دارن و به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی کدام کارهایی را صورت گرفتن؟ تشکر. اول خوب بگویم بدون شک وقتی که در نقطه جنگ میشه مردم افراد ملکی نگران میشه و تشویش میشه و این یک حقیقت است، یک امر مسلم است. اما نیروهای نظامی قهرمان ها بیشترین تلاش را بری دارند که
برای افراد ملکی صدمه نرسه، برای شهروندای عزیز صدمه نرسه. همچنان حمایه هوایی که ما داریم بیشترین دقت و تلاش رو میکنیم که اونمون رو خاطر هدف قرار بدیم. دشمن حضور دارد ولی متاسفانه خانه های مردم استفاده میکنه، از خانه های مسکونی مردم استفاده میکنه. پور هستیم که نهایت دقت به خرج بتیم که تا از تلفات مردم ملکی جلوگیری بکنیم. بله آقای دانش، درباره افراد مسئول کسایی که غیر مسئول هستند، گروه های که فعلا در قندوز اینا کار میکنن، مسئله غیر مسئول گفته میشن که یکی از امکانات ازی هستند که خود امیم افراد و اشخاص در قندوز بودن از اینا باعث ازی شدن که قندوز بار دیگر سقوط کنن، یا مخالفین مسئله دولت دست باز داشته باشن و برای مخالفین مسئله دولت اینا زمینه را فراهم میسازه. و گفته میشه که بعضی گروه ها هستن اونجا مردم بسیار اذیت آزار میکنن و مردم هم کوشش ازی را دارن بجای ازی که با مخالفین با دولت کمک کنن، مخالفین مسئله دولت کمک میکنن. ده ارسه طالب اداره محلی چی کردن؟ حالا که شما داشتیم در قسمت افراد مسلح، شاید جزئی‌ترین عامل ما ایره بتوانیم تعریف بکنیم، اما در کل عامل جنجالا در کندوز نیست. شما کندوز را و از وضعیت جغرافیاییش اگر به تحلیل و بررسی بگیریم، بدون شک کندوز از موقعیت خاص استراتژیک برخوردار است و همیشه دشمنان افغانستان تلاش برای دزدی دارند که نقطه را بستر رشد اقتصادی است، بنادر تجارتی برزی وصل است، راه ترانزیت در اینجا وجود دارد. بله. شمال را به کل مرکز افغانستان ارتباط میده و در این حال آسیا را به شرق آسیا را با این طرف وصل میکنه. کشورهای آسیای میانه مانند تاجکستان، ازبکستان، کشورها و در این اواخر شما بهتر معلوم هستین کالاهای تجارتی که از مسیر تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان وارد میشد و این طرف و کشورهای همسایه میرفت. بحث اقتصادی یا کار اقتصادی کارها را در پاکستان کنتر کرده بود و روند کار بر منفعت پاکستان کنتر. به همین خاطر بیشتر تلاش صورت گرفته را که تا کندوز ناهم. بله آقای دانش، هدف من این سوالی بودن که بعضی افراد و اشخاص در قندوز گفته میشه وجود داره که اینا برای امنیت ولایت قندوز تهدید کلان هستند نسبت به مخالفین مسلح دولت. اونا مردم اذیت آزار میکنن، یک سابقه گذشته خوب نداشتن و فعلا اونا یا هم در نیروهای اربکی جا با جا شدن و یا هم به یک نوع از بعضی افراد و اشخاص اونا حمایت میشن. گفته میشه که همو افراد و وجودی از اونا بودنی از اونا در قندوز باعث ازی شدن که قندوز یک بار دیگه با خطر سقوط رو برو شوند. نخیر در کل من بازم به می تاکید میکنم که خطراتی که بر قندوز مواجه است و دشمن تلاش بیشتر بالای قندوز دارد، دلایل عمدی دیگی داره که بسیار به سطح بزرگ و کلانش باید فکر شود. اگر شما کمتر اشاره کنین کدام موارد هستند که بسیار بزرگتر هستند و باید سر از اونا به صورت بگیره؟ نگرفتم بخش سوالتان. گفتم کدام موارد هستند که شما اشاره کردین که عواملی بسیار بزرگتر باعث ازی شدن که قندوز یک بار دیگر با خطر سقوط روبرو شوند؟ من گفتم که خود اینمی موضوع مسئله اهمیت داشتن وضعیت جغرافیایی کندوز همیشه باعث میشه که دشمن زیاد تلاش بکنه کندوز را وضعیت امنیتیش به ناامنی بکشانه. ایره وقت مخالفین مسئله دولت ایره اهمیتش درک کردن، اما چرا حکومت افغانستان اهمیتش درک نمی کنن که برای مخالفین مسئله دولت قدر مهم هستند؟ با حکومت افغانستان چرا این موضوع قدر مهم نیستن؟ نمیتونم چرا صدای ما اینقدر خراب میاد. هیچ چه سوال شما را درست نگرفتن نمیتونم باز خدمت شم. اما صدای شما بسیار خوب میاد برای ما. آقای دانش سلامت باشین. بله قدرمون دون کو د کندوز د والی ویان سید محمود دانش وشي ټلیفون پر کړ خیر موږ سره د کندوز د امنیتی ستونزو په اړه باندې او یو ځل بیا د کندوز د لوړو تهدیدات په اړه باندې موږ سره خپل معلومات شریک کړل. اوس هم راګرځو خپل د میز میلمنو ته. راوی صاحب د
کندوز دی والی دی ویان سرګندون تاسو واوریدلې دوی وویل چې اغل ته ډیر لوی لوی لامل لري دی بای شو چې کندوز یو ځل بیا وخت سوال مخالفین سقوط ورکړي او مخالفین ته ډیر اهمیت پدې لري چې اغل ته دوی د اقتصادي په لور ډیر تر فشار لاندې راوستل شوې دي. آیا کله چې مخالفین ته دغه موضوع دومره د اهمیت ورده ولی افغان حکومت دومره د اهمیت ورنه ده، دوی ژمنه کړې چې کندوز بیا سقوط نه کوي، اما د پرون بیا د کندوز چاک ته طالبان راورسېدل، هدې پوښتنه جواب ورسته له وخت تاسو څخه وغوښتل. دران دون کولنده وقفه لولو وفروس تا بیا هم زمان خبرونه دوام داری. بیا هم خراغ راست. بله رویش سه. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تحلیل وضعیت، وقتی که وضعیت نیروهای دولتی یا سخنگوی های دولت تحلیل میکنن، من فکر میکنم بیشتر برای مردم تحلیل وضعیت از طرف از اونا دلچسب نیست. برای اونا برای مردم بسیار دلچسب است که چی تدابیر پیشگیرانه، چی تدابیر عملی و تدابیر مؤثر قبلا اتخاذ شده و چی تدابیر فعلا وجود داره و در آینده چی کارا خواهد شد. من پیشنهادم این است به سخنگوهای دولت، بر مسئولین دولت که عمدتا از تحلیل وضعیت بگذرن، تحلیل وضع جغرافیایی قندوز، وضع امنیتی قندوز، وضع این مردم بخی میفهمه، شرایط منطقه، شرایط منطقه و بندرهای تجارتی و اینا. من فکر میکنم که برای تدابیر پیشگیرانی که در قندوز نیاز بود ما وقت زیادی را از دست دادیم. این بحث بسیار تکرار شده که استخبارات منطقه ایجا کار میکنه، مثلا این اطلاعی بسیار جدی نیست که ما دشمن دست کم نگیریم، استخبارات منطقه فعالیت داره، این گپا را 14 سال نیست، 20 سال است، 30 سال است ما مشنویم. بحثی است که وقتی که اتر منطقه از این نقطه نظر حاد است، استخبارات منطقه دستندرکار است، دشمن قوی است در منطقه، اراضی منطقه به نفش است، تدابیر امنیتی را که ما گرفتیم چی بوده؟ اگر این تدابیر ای بوده که دشمن تا چوک قندوز پیش بیه و مردم نارام شوه، مردم امنیت روانیش برهم بخوره، کار و بار مردم صدمه ببینه، تلفات ملکی به وجود بیاید، در برابر خانه های مردم یا تاسیسات دولتی بی تفاوت بودن یا ویران شدن از اونا، همه از اینا مسائل است که ما به ایز دولت پاسخگو هستیم، مسئول هستیم، باید برای امنیت روانی مردم، برای خانه های مردم، برای تاسیسات دولتی، برای تخریب شهر، شهر بسیار امن و آرام بود قندوز. بله. من نمیفهمم چی فاجعه رخ داد که تا 3-4 سال آخر یا 2-3 سال آخر قندوز به اگواز دراماتیک گرفت. خب اگر از تحلیل های منطقه‌ای شروع کنیم، خب مسلم است که دشمن که در کمین است در افغانستان سالهای متمادی علیه از این نظام، علیه نظام های گذشته برنامه های خدا داشته، پروگرام های خدا داشته، بخصوص در شهرهای مانند قندوز که این مرکز اتصال شمال شرق افغانستان است، حتی شمال و جنوب و غرب و شرق افغانستان یک میتونه مرکز اتصالش باشه، به خاطر اینکه وقتی که ما از تورخم یک بار میزنیم روان میکنیم به طرف شیرخان بندر، خطبا از قندوز میگذره و به تخار، امیرکم به بدخشان، امیرکم به بغلان، امیرکم به ولایت شمال دیگه. بس مشکل اساسی دولت فکر میکنم تا جایی که من به ذهن ما میرسه این که یک قمانده که دلسوز، وطن پرست، وطن دوست و با تمام قوا، با تمام امنیت، اراده در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشه، یک مقدار ضعف در اینجا میبینه در مدیریت. در مدیریت دیشب مثلا جنرال دوستم با یک آدم کارکشته نظامی رفت به قرارگاه یا به فرماندهی وزارت دفاع، طبعا اوجا وضعیت پرسان کردن، طبعا قرار صادر کردن، طبعا گفتن که نیروهای کماندو بره، نیروهای زیری بره، هوایی بره، از مزار و شبرغان یا از تخار و این مناطق قوا به اون منطقه بره تا از این منطقه دفاع کنه. خب جنرال صاحب دوستم در افغانستان وجود داره، قبلا هم میتونستن به وزارت دفاع افغانستان هدایت صادر کنن، بتنی هدایت. بله. وضعیت اطلاعات در ما یک اصطلاح داشتیم به نام خاص خبرونه، اخبار خاص صبحانه سر میز رئیس جمهور، سر میز سرقومندان اعلی، سر میز وزیر دفاع، اینو باید گذاشته شوه که وضعیت در کجا چه رقم است. من یقین دارم که امروز هم گذاشته میشه، ولی اونو اعتنای لازم در پشت کارا، در پشت مسائل وجود داره، باید وجود داشته باشه. اراده قوی برای تنظیم امور وجود داشته باشه. همیشه دکتر گفتن که اینا اراده قوی دارن، احساس وجود داره، اما همیشه وقتی که حادثه صورت میگیره بعد از حادثه اینا دست به کار میشن، یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، ده همه ولایت ها شما ببینید مخالفین مسلح دولت حمله میکنن، بعد از اینا میرن میگن که ما به خاطر جلوگیری از این عملات هم پیش از پیشم کار میکردیم، اما کارشان نتیجه نداشت. خدمت شما بگم مصادره که وقتی که ما نقد میکنیم بررسی
میکنیم قذره به معنای این نیست که مصدر ما زده دولت هستیم و دولت هم میخوایم تضعیف کنیم. خدای نخواسته این دولت هست باید از نظام دفاع کرد، نظام یعنی نظام مشروع یا قانونی افغانستان است که میخواد در برابر دشمن استادگی کنه. فرزندای ما، اولادای ما، برادرای ما، اعضای اردوی ملی ما، پلیس ملی ما تلفات میتن، هر روز قربانی میتن، هر روز قربانی میتن. این قابل قدر است، قابل تعیین. یک بخش دیگه بحث است، بخش اساسی بحثی است که اگر ما اینقدر توانمندی داریم و این مدیریت هم میکنیم و در حرف میگیم، خیلی چرا در عمل نتایج برعکس است؟ پراگماتیست ها به اصطلاح فلسفی یک بحث دارن، یک صحبت، یک جمله بسیار معروف دارن، میگن مرد حرف مرد عمل نیست. وقتی که ما زیاد بگوییم بریم کارا را به اساس نتایجش ارزیابی کنیم، نه به اساس گفته ها، برنامه ها، میتینگ ها، مجالس، صحبت ها و اینا. ما اکثرا کارا را باید ما ببینیم که مردم دردمند قندوز چی روزه میکشن. اول خب پیام ما در آغاز ما باید میگفتم که برای مردم دردمند قندوز است که ما در غمتون شریک هستیم. با خدا یک ساعت از دیروزی که خبر شدیم تا به امروز خواب آرام نداشتیم. ما فکر میکردیم که اونجا برادرای ماست، فامیل ماست، خانواده ماست، افغانای ماست. از چهاردره شروع تا به امام صاحب، از امام صاحب تا دشت هرچی، از دشت هرچی تا به مناطق کلفگو، حتی تا خانابات و مناطق اولسوالی خانابات چهار دورش ناامن است. تا منطقه جره خشکی طرف تا نزدیکای بغلان مرکزی سلامت همه از این مناطق. ببینید ما از اینجه که یکم و بیش به اصطلاح میفهمیم یا میگیم یا یک چهار جمله غلط یا صحیح ارائه میکنیم، همین کسی که در مغز حادثه است آیا این اراضی رو با می طول و عرضش نمیتونست تحلیل ارزیابی کنه؟ مراد صاحب اونجا است، قمندان است، سابقه دار است، جنرال نظامی است. تدابیر عملی امنیتی باید از اول تدابیر استخباراتی است. جناب سعادت صاحب در برابر ما استخبارات منطقه قرار داره. استخبارات ما اگر ضعیف است خب با تمام این قوای جهانی باید این تقویه شوه. کنفرانس بروکسل ادامه داره، ما در کنفرانس وارسا 5 میلیارد دلار به دست آوردیم. من براتون میگم که اگر من از ما نظر پرسان کنین، من میگم 1 میلیارد زیر سر استخبارات مصرف کنیم، امنیت ملی افغانستان قوی بسازیم. ما از جبهه دشمن باید خبر باشیم، اما تمام تحرکاتی که دشمن انجام میده، حرکاتی که انجام میده، سوقلجایش چه کلش باید ما بفهمیم و در برابرش تدابیر بگیریم. سلامت باشین درسته، ان شاء الله پس به شما برمیگردم. استاد تاسو به نظر باندې چه د دې بایش چې قندوز یو ځل بیا د سقوط د ګواښ سره مخ شي، د دغه جګړې قماندانانو جنرال مراد علي مراد قندوز خلق تجمنه ورکړه چې قندوز بیا ځل د سقوط خاطر سره مخامخ کیږي، د دې مخامخ شو ولسمشر لاره د قندوزیانو سره اجمنه وکړه، اجرایه رئیس د قندوزیانو سره اجمنه وکړه، نورو ټولو چارواکو اجمنه وکړه، اما د دوی د اجمنو خلاف یو ځل بیا د قندوز خلک په ویره او په ډار کې نن شپې ورځې تیروي. سلام علیکم تاسو ته او د میز ګډونوالو ته سلام وړاندې کوم تاسو لیدونکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ هم خوښ نه یو چې دا بد حادثه رامنځته شو او متاسفانه چې د افغانستان د هر کله داسې حوادث بد پیښې رامنځته کیږي او تکراری پیښې متاسفانه، او موږ ماشومان، ښځې، میندې، خویندې او ورونه او سربازان دلته شهیدانیږي او دا ډېر د تاسف وړ ده. او دغه خوښنې پیښې تاسو او د استاد خبره زه تاییدوم چې متاسفانه مخکې له مخکې کیدای شوای چې باید مخنیوی سوی وای او دا بد پیښه رامنځته سوی نه وای، خو رامنځته شو. دا د موږ او تاسو دا بدبخت ملک هم داسې ده، عوامل او دلایل بیل بیل دي. زه فکر کوم چې ځینې عوامل چې ضرور و استاد هغه ته اشاره وکړل، او اساسي زما په اند اساسي مشکل دا ده چې د پوځ په منځ کې او څنګ ته د پولیسو او د امنیتي استخباراتي ادارتو ترمنځ یو همغږي نشته. اما ولایت اداره والي خپله وایي چې دوی ترمنځ ښه همغږي همدا شتون لري او دوی هڅه کوي قندوز ښار بېرته طالبان له شتون څخه پاک کړي. هو ګورئ تاسو مثلا که چېرې همغږي شتون درلود، سیاستمداران هم داسې دي، دوی همېش رښتیا خبرې خلکو ته نه کوي او نه باید هم وکړي. که چېرې ملت یې تباه کړو، ملت تاسو همداسې ګورئ چې په بد وضعیت کې قرار لري. زه درته وایم که چېرې مثلا ما او تا هم د والي پر ځای وای، اوس به دغه خبرې به هم کول چې مثلا موږ منځ کې همانګي شته، همغږي لرو، موږ ځواکونه مثلا مورال لري او په جنګ په ډګر کې موږ غښتلی یو. دا خبره د دوی موږ ته مثلا کله چې مثلا دغه مسایل په ډېر ځیر سره تحلیلوو او ارزیابي کوو، موږ ته مثلا ښه ورته وایي چې تاسو حق لري چې دغسې خبرې وکړئ، خو هلته نتایج بل شی ښیي. که چېرې مثلا همغږي طالبان دښمن د کوڅو منځ ته نه شي راتلی،
کاغه کندوز کی کاغه ترینکوټ کی کاغه لشکربا کی کچیر امرګی وای مخکې لمخ کې دموګ استخبارات باید خبر شوی دوی مثلا دغه څنګه ته دشمن راځي ورته ډلې جوړی پلانونه ورته ترتیبی او د سلور خوونه پر شهر باندې عملیات پیلی دا نو څنګه همغږی ده مثلا دوی که خبر ونو ولی خلکو ته ولی تدابیر ورته نه نیول دا مثلا کچیر مثلا دا دای فکر وکړو چې دا سیاسی لوبه ده سیاسی لوبه داسې نه شي کېدای چې مثلا د خلکو په زرهاو کسان دلته شهیدان سي ملکی خلک پکې تباه او برباد سي او دوی هلته تصمیم ورته ونیسي بله بېرته ډېر زر تاسو ته راګرځم استاده قدرمنونکو لنډه وخت پلوي له وخت وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري بیا هم خره غلاست بله نور لامینو تیم تاسو شراکی او شاو استاد چې دای کسان د تشریح کې پتیر ظلم چې قندوز سقوط وکړو دوی ویل چې هغه تخپل سر وسلوال ډلې دي دا سه افراد اشخاص دي چې دوی پتیرو کې د قندوز د خلکو سره ډیر ناوړه چلند تر سره کړی دي امدا اوس هم د قندوز خلکو باندې هغه ته دا سه کار نه لشي د قندوز خلکو سره دوی نه کوي هم هغه بیا وروسته در بکیان په صفوفو کې ځای پر ځای کړی دي یا هم خپل سر ملیشي دي خلک په زوروي هغه د بایس کې چې مخالفین تم ځای ورکوي مخالفین مرولي او خارم سقوط سره دا بد لنیز جوړښتونه په قندوز کې شتون لري په د افغانستان په نور ولایت کې دغه جوړښتونه شته تاسو فاریاب وګورئ اوس فاریاب کې مخالفین نشته خو ولسوالۍ لاس پلاس کېږي مثلا فاریاب کې هلته څوک دي هلته دغه غیر مسؤول وسلوال دي چې د اربکي په نامه د احمد او محمود تر قمانده لاندې خلک دي د احزابو ډلې هلته شتون لري چې بل سره جنګیږي او وضعیت یې ترینګل کړی قندوز کې یو عامل هم دغه ده چې اوسنی دغه ټولنیز دریځ ورته برابر ده دغه مخالفین ته چې دوی کوي چې خلکو له منځ نه پورته سي او ځان ته مثلا عسکر او سرباز انتخاب کړي او جنگ پرې قوي کړي تاسو ګورئ مثلا دغه د کندوز هغه جوړښت اوس هغه شهري جوړښت دی د ښار جوړښت دی ګورئ د څلور خوا چې حمله ورته باندې کوي هغه خلک دي مثلا چې پر دوی باندې زور زیاتی ډېر شوی په دغه څو تېر کلونو کې او دوی له منځ مثلا د کوم کورونه چې دغه خلک وځي هغه کورونه څوک دي خود کندوز وګړي دي خلک دي خو کله چې مثلا موږ هغه د دوی د جنگ قوت ګورو د مخالفینو جنگ قوت ګورو دا موږ ته جواب کیږي چې دوی هغه د جنگ هغه پلان بهرنی پلان ده موږ مثلا د افغان ځوانان سره نه جنگیږو یو برنامه سره جنگیږو دغه اجندا او دغه د جنگی برنامه څوک ورکوي هغه ټول ته معلوم ده چې پاکستانیان ورکوي اوس یو عامل بل هم شتون لري چې مثلا کله چې پر قندوز باندې فشار زیاتیږي موږ ته دا جوته کیږي چې هغه ګنګوسي چې اوس شتون لري چې ګواکې پاکستانیان او روسان سره یو اړیکې جوړ کړی او دغه په واسطه مثلا طالبان ته دوی فرصت برابرې چې افغانستان کې قوت ونیسي اغه قندوز یو خه موقعیت ورته ده چې دوی کواشي مثلا منځنی اسیا ته او روسان خه کومک پورته کی او زه هیله مند یم چې دغه رښتیا نه ده خبره او روسان د افغانستان په کړکیچ کې ځان خیل نه کی او دغه ډیپلوماټیک او رسمي روابط چې د افغانستان دولت سره یې لري هغه پالي او هغه تقویه کې داخه ده نور عوامل مثلا چې موږ ورته ځیر شو د افغانستان اوسنۍ پاوس تاسو همیش ګورئ چې مثلا وای کوماندو رسیدو د موږ هغه ټول اتکا پر کوماندو باندې شوی د موږ کوماندو ځواکونه لس زره کسان دي موږ نشو کولی چې مثلا دغه کوماندو چې په هلمند کې جنګیږي هغه دفتن مثلا په یو شپه هلیکوپټر کې پورته کړو قندوز سره راولو هغه بیا مثلا دلته څو ورځې لپاره جنګ کوي هغه ساحه پاکوي بیرته پولیس ته تسلیموي بیا مثلا منډې کوي ترینکوټ ته دغه جنګ فرسایشي جنګ چې ورته وایي همدا ده څنګه ته باید پولیس ځان تکړه کی تر پولیس ته مخ کی امنیتی ځواکونه د استخباراتي ځواکونه باید قوی دغه غنګوسې دغه پلانونه باید په هغه نطفه او ریشه کې باید کوم ولر مسال سلامات په سیبر ته تاسو راګرځم مزاخ صاحب تاسو د کندوز د سقوط لامل نه څه بولای ډیر موضوعات ته اشاره وشول اې د تر څنګ پاکستان او روسیا هم ویل کی به د روسي اکثر د سلام مشورې سره رسیدل چې دوی دښمن هم ګرد دښمن داعش دی او هڅه به دغه کوي چې په ګډه سره په کندوز کې هغه ته دوی صاحب راخه کړی او غلط دی هغه پوړاندې دی د دایشان پوړاندې په افغانستان کې دوی څخه استفاده وکړي آیا هم دغه واقعیت او کنه په امنیتی ارګانو کې هم ضعیف مدیریت تر ډیره بریده پورې دی بایس کېږي چې ولسوالۍ حتی لاس په لاس کېږي د دې ولایتونو مرکزونه د دوه سوال مخالفین تر خپل غلاندې راولي تصرف لاندې بسم الله الرحمن الرحیم سلام ټولو ته زه نه غواړم چې د ډېرې خبرې د کندوز په باره کې وشوي هغه تکرار کړم لیکن زه غواړم چې ووایم چې هر کله چې مونږ یو ښه مخکښه صاحب منصب لرو بیا نو عسکرم توره کوي تاسو وګورئ په دې هغه کې د پاکستان سره په تورخم کې زراور زاهد
او دغه عسكر زمون چالته وو پاکستانیان ته تلفات هم ورکړل یو انشم مختران را نغلل ولی یو جنرال چې دغه نه زیات ستوري بونل رو چې د پوګه کیږدو مراد علی مراد چې هغه د لوی درستیز معاون ده ولی دای دومره ناخبره وو چې د شپې طالبان راځي څلور خوا و نه او خوندز مرکز ته داخلي کې دا پښتنې وړ موضوع دا ولی دا ولی زه نه پیګم چې دوی څنګه عسکري کړی ده دوی د ویتنام جنگونه مطالعه کړی دي پودیان بیان فوکه یو جنرال جیب فرانسوی عسکر رو ماتی ورکله لس کالغه نه وروسته پینزه پونزو زره امریکایان و وجل امریکایان رو تای مات ورکله دای څنګه ماتی ورکله وقتی چی جنگ کولو جاپانیان رو جنگ کولو زینی جاپانیان رو دیش کالا پو زنگلون رو که تیر کل فکر کولو چی که اوسم جنگون روان دی یعنی دست شیان دی چی دا صاحب منصبانی باید ول ولی دی دوغون دوی زدکی دا څنګه خبره ده چې مثلا پو کندوز که پو هلمان که دی سلو نزیاتی پوسته یه وری تسلیمیگی ولی دغونه باید پختنه وشی ما نظر داده چی مون باید پده که دیر باید جدی وسو آقا پخوانی سای منصبان چی دوی دغو جنگ سالارانو تقاوت برکلو دوی زاینه ونی ول مون باید دیغونه یه ودال راولو یو نظامی حکومت یو نظامی محکمه جورا کو او دا خلق دیگه نظامی محکمه ایتی ساو کلو لومرای زیل چی کنده سقوط وکلی و کمیسیون جور شو اقل تلالو حقیقت مندون که جدوی اقا واقعتون پیدا کلی ولسم شرغنی هغه وخت کوم دی قندوز امنیتی مسؤلین او امدار قندوز والی کور کینه ولو او ویل چې هغه د بی غوري لامل د کارت شر شوی په داس حال کې چې دای خپل نه و پغی وخت کې او د پروخصتای باندې و امنیه قماندان ترنن پوری په خپل چوکۍ باندې پاتې دی چې ویل کې هغه د بل آدرس څخه دغه پوسټ معرفي شوی دی د هغه ډول بی بندوباره او د هغه وضعیت تر کومه پر استاس په نظر باندې د دې بایس کې چې مخالفین وسوال مخالفین ته خزه مینه برابر کړی تر څو خارونه د خپل ولکینان دی راوي بالکل یعنی تیر کال قندوز چې ونی ولشلو قندوزیانو ته 300 میلیون ډالر خساره ورسیده نه پیګم چې څومره هموی مخالفین ځان سره یوړل دومره هموی چې اوس دوی په نورو ولایتو کې تقسیم کړي دي وسلې ونیولې دا غلطی باید هیڅ کله بیا نه وای تکرار شوی هیڅ د عذر دا عذر د قبول وړ نه ده چې دوی ویده وو یا نه پوهېدل یا د په ولې دغه طالبان راځي هلته موږ یوه لوا د عسکرو لرو کمانډو ورځي پولیس لرو نور لرو دا ټول ویده دي دا ولې دا کیږي ولې د کندوز خلک بیا یو ځل بیا دغه مشکلاتو سره دغه مرګ سره دغه فقر سره دغه نارامۍ سره بیا مخامخ شي دلیل یې څه ده یوازې صاحب منصبان خپله وظیفه نه اجرا کوي دوی چې نه اجرا کوي که ښه صاحب منصب ته ولري هیڅ کله دوی جنگ نه بایلي یعنی دوی په څه باندې بیا اخته دي دوی د جیبو په ټکولو باندې اخته دي یا هم په نورو معاملو باندې اخته دي حتما د خپلو جیبو یو د خپل جیبو نه دي او بل د جنگ نه ډاریږي نشي کولی میدان ته نه ځي او که دوی میدان ته لاړ شي دغه عسکر موږ عسکر تکړه عسکر هر ورځ دوی تلفات ورکوي موږ خو نه پیږو چې یو جنرال مړ شوی وي یا یو بل څوک خو د همیشه د عسکر بیچارهګان تلفات ورکوي او دوی ځي لومړي خط ته ځي جنګ کوي لیکن د پشان دوی نه تقویه کیږي دوی په سر مثلا هغه راغلو د هلمند نه موږ پوره راپور واورېدلو چې هلته څه خبرې روانې دي نو چې وخت چې هغه سرکرده دی تا په میدان کې متحد نوی هغه زړور نوی هغه وطن پرست نوی تا هیڅ کله دغه جنگونه نشي وړای ګوره د موږ مشران روان دي لاړ ورسا ته کچکول پلاس کې پیسې راوړي اوس روان دي بروکسل ته پیسې راوړي او دا ډېری پیسې هم دغه صاحب منصبانو په جیبو کې لویږي او د دوی هم دغه پرفورمنس ده هم دغه شاید چې دوی موږ ته کوي چې دوی د څو نفرو طالبانو په مقابل کې یو کار نشي ګورلای هیڅ د قبول ور نه ده ډېره مننه کوم سلامات سیمه صاحب ډاکټر صاحب د دغه ناامنۍ او یا خپله د کندوز ولایت دغه وروستي پیښې د بروکسل په ناسته باندې څومره منفي تاثیرات کوي تاسو ولیدل د والي ویاند وایي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د بروکسل ناسته کې هغلته دوی داسې وښیي چې وسلوال مخالفین اوس هم قوي دي دوی کولی شي افغانستان کې ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي نو همدې موخه باندې دوی په کندوز باندې برید وکړو خو کله چې دومره په دوی په دې باندې هم پوهېدل اقلا د دغه برید د مهارولو دپاره هم یوه ورځ دوه ورځې مخکې خو که نور نه وایه دوه ورځې مخکې خو دوی اقدام ترسره کړی وی و کنه مترس اگر مسئله تور باشه که ما بگیم جامعه جهانی هم از این جنگ خبر نداره اونا هم خبر دارن وقتی که ما میگیم استخبارات منطقه و استخبارات منطقه متشکل از استخبارات 7-8 کشور حداقل دمی حوزه است و اینا هم در کنفرانس بروکسل حضور دارن
افتاد کشور جمسی سازمان بین المللی در کنفرانس بروکسل حضور داره. ما فکر نمی کنم که ایالات متحده آمریکا، روس‌ها، انگلیس‌ها، چینایی‌ها، هندی‌ها اینا از قضایای جنگ در افغانستان بی‌خبر باشن و این آرایش نیروها را به صورت خود به خودی یا به صورت که از آسمان افتاده باشه بدانن. اینطور نیست. اونا هم میدانن. و کنفرانس بروکسل ما فقانه پایان می‌یابد. ما پیش‌بینی ما این میری کم است به خاطر از اینکه جامعه جهانی و غرب و ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده که این یک نقطه بسیار استراتژیک هات مهم از اساسی برای از اونها است برای ملت افغانستان. بله استاد ان شاء الله به تدریج زرت تاسو ته راګرځم که من دونکو لنډه وخوله ول وخوله سبه هم زموږ پرمانه دوام لري. بیا هم خرغ لاست. بله د نړیوالو د پاره د امریکای د پاره تاسو چې د افغانستان هم دوه گپ است کې اناله ما هم باید یک مدیریت سالم و درست خود داشته باشیم. که داشته باشیم مشکل داشته باشیم. ما همیشه از دیگران توقع داریم. ما بار خود همیشه بالای خود سر دیگران مندازیم که اینا ترکیه اینا ترکیه. یک مقدار درست است که دنیا دیج شریک است، دنیا هم چه. ولی ما هم باید بحث انسانای مسئول پاسخگو در برابر ملت خود، مردم خود، خدای خود باشیم. مثلا امیال در جنگ دو سه مرتبه قندوز دست شد یا یکی این مرتبه دوم است. مسئول کی است؟ این مسئولین چرا مجازات نشدن؟ اگر مکافات داده شد یک تعداد خود مکافات داده شد. مجازات کی شد؟ یک والی تبدیل شد، والی هم خود تبدیل شد بنابرای که در خانه خود بود یا مشکل داشت یا مشکل والی بالاخره یک آدم ملکی است. بالاخره. نظامی های ارشدی که در منطقه بودن کیا بودن؟ چرا اونا پاسخ نمیگن؟ و دوسیه که بر آیت حقیقت یاب داده شد که سوال شما از مستاق صاحب بود دوسیه حقیقت آیت حقیقت یاب بر مردم افغانستان طوری که لازم است بیان نشد اوجه گپای بسیار زیادی مانده از زبان این و آن آدم مشنوه دور و نزدیک که ما را تا یک حد اجازه داشتیم که دوسیه را افشا کنیم بنا به مصلحت های عمومی مملکت بنا به این بنا به این افغانستان و اردوی افغانستان زمانی میتونه اگر اردوی متکی به خود باشه که متکی به نظام عسکری باشه نه متکی به 8 یا 9 مرکز قدرت وقتی که شما به مراکز قدرت متکی هستین به نظام متکی نیستین وقتی که شما به نظام اردو به نظام عسکری متکی نباشین امر قماندان نباشه امر وزیر دفاع نباشه و برای وزیر دفاع یا برای قماندان مسئولت ما پیش امروز صبح در تلویزیون اطلاعیه یکی از وکیل صاحبا میگفت که مشاور ایت اجرایه مشاور ریاست اجرایه میگفت که قماندان ولسوالی قماندان ولایت میگه او بچه ایجا بیا او بچه ایجا بیا خو نظام است تباه کرد او یک سوپر پاور دیگه است هر کس قماند تا که ما حکومت مشارکتی ره حکومت شرکت سهامی ره برش نقطه پایان نگذاریم نه معارف ما جور میشه نه تحصیلات علی ما جور میشه نه اقتصاد ما جور میشه اول شما فکر کنین 25% بودجه ملی مصرف شده بودجه انکشافی مصرف شده چرا یعنی افغانستان در طی دو سال اخیر یا یک سال اخیر 25% بودجه انکشافی خود مصرف کرده به این معنای داده چه افغانستان 15% پرمختگ کرده بله افغانستان 25% انکشاف کرده یعنی 75% از انکشاف باز مانده چرا مسئول کیست؟ وزرای کابینه؟ بله. ولی ها؟ بله. در رأس نظام؟ رئیس هیئت اجرایی و رئیس جمهور. باید پاسخ بگنده برابر مردم. چرا 75% بودجه مصرف نشده؟ درست است. مثلا ما در نوا جنگ داریم. درست. در هلمند جنگ داریم. در یک جای جنگ داریم. ولی در قندار که آرامی است. در روزگان در یک منطقه دیگه در زابل خود یک منطقه آرامی است. در جلال آباد آرامی است. خب ما میتونستیم این پروژه یک بحث غلطی که سیاست اقتصادی افغانستان از بعد از دیدگاه ما شاید بسیار عاجل و فوری هم باشه ارائه کردنش این است که شما بودجه رو به یک وزارتخانه میتین اون وزارتخانه مصرف کرده نمیتونه همین قدرت انتقال از بودجه رو به سرعت به یک جای دیگه ندارین یک نظام کشالکار است که تا یکی بودجه را از این وزارت به این وزارت یا از این پروژه به این پروژه انتقال بده یک سال دیگه تیر میشه دو سال دیگه تیر میشه یعنی در کل ضعف مدیریت از باعث از این شدن که ما در یک شرایط خاصی جنگی افغانستان قرار داریم ما در یک وضعیت بحرانی قرار سخت ترین مدیریت در جهان مدیریت بحران است بله مدیریت بحران یعنی این که شما در یک وضعیت آشفته در یک وضعیت ناهنجار اجتماعی اقتصادی سیاسی مدیریت میکنین حاکم هستین ولسوال هستین والی هستین قماندان هستین رئیس پوهنتون هستین وزیر هستین وزیر تحصیلات هستین وزیر معارف هر کسی که هستین حتی وزیر خارجه وزیر خارجه باید بفهمه که من وزیر خارجه یک حکومت جنگی یک دوران بحران هستم
فعالیت ما فعالیت وزیر خارجه سویدن نیست. ما مشابه با او باید کار نکنم. ما یک وضعیت خاص و فوق العاده قرار داریم. به این خاطر پیشنهاد ما بسیار خلاص ختم میکنم. پیشنهاد ما این است که دولت افغانستان به تمام این پالیسی های موجود خود یک تجدید نظر کنه و سر کادرهای ملی فکر کنه که او کادرها میتونه این برنامه تطبیق کنه. سر زاغ بودن نگیره به اصطلاح بسیار وطنی آمیانی ما. بله. ما که تا حالا می کار میکنه سر میگماریم. برادر ولی یک ولایت باید یک آدمی باشه که دانش داشته باشه، فهم داشته باشه، تحصیل کرده باشه. امیال ولی سر ملت قندوز میگه که در جنگ است. این که وقتی ما میخواستیم که ازشان صحبت کنیم خودشان میگه در خط اول جنگ است. اگر جنگ هم میکنن ببینین در جنگ خو الوا بخش نمیشه مسلما اول خو کار ولی نیست که داخل جنگ بره خب که میره خانه شعبات باید بره وضعیت همون رقمی که پیشتر گفتیم یک وضعیت فوق العاده است ولی بالاخره ولی ولایت نایب رئیس جمهور است باید به سطح رئیس جمهور با یک آدم باشه یعنی دوبلکیت رئیس جمهور باشه اگر رئیس جمهور دانشمند است امی ولیش هم باید دانشمند باشه اگر رئیس جمهور از یک ساختاری لاجاری آمده رئیس جمهور شده او هم باید از یک ساختاری لاجاری بیاید بسیار تشکر دکتر سیف سلامت باشین استاد ده کله قندوز سقوط وکړو قندوزیان را کابل ته دوی د ولسمشر څخه د غوښتن کې شول چې د قندوز د خپل خلکو څخه یو کس مو ته د والی پایزبان را معرفي کړه هم دا کسانی معرفي کړه چې په هغه کې یو خغل عمر خیل هم وو عمر خیل وتوانې د قندوز ته معرفي شو او د ژمنه وکړه چې دای به دته د قندوز هغه آسیب پذیر نقاط معلوم دي مخالفین ورته معلوم دي د قندوز د خلکو څخه هم ښه شناخت لري دی په قندوز کې ډاډمن امنیت به رامنځته کوي اما نن دی هم په دې باندې ونتوانېدو او دی خپله په دغه خپل ماموریت کې لکه څنګه چې وعده کړې وه پاتې راغلی دی ونتوانېدو هغه ډول چې لازم وه د قندوز د خلکو امنیت ټینګ کړي او قندوز یې بیا د ګواښ سره مخ کړ ستونزه آیا هماغه څه وه چې خلکو پیدا کړې وه چې د هغه څوک چې د قندوز د اراضي څخه بلد نه وي هغه په قندوز کې نشي کولی مدیریت وکړي او قندوز د اور لمبو ته اچوي او که نه مشکل بل ځای کې دی ګورې مثلا ولی څنګه چې استاد هم اشاره ورته وکړل یو نظامي کس نه ده مدیر ده باید ښه مدیریت ولري خو تر هغه نه مخکې دی د نظامي کمیټې مشر د ولایت په کچه او دغه هماهنګي باید دی کړی وای اما دلته کله چې هماهنګي شتون ونه لري هغه پخواني والي ښاغلي عمر صافي د ما سره خبرونه کې ویلې هغه وخت کې کله چې په لومړي ځل ولایت سقوط وکړو وایي چې امنیه قمندان ته مې ویلې چې 15 کلاس عسکر دغه ځای ته په کار دي چې هغه هلته تهدیدات لوړ دي هغې ویلې چې زه نه لرم زه نه شم درکولی یم او هېڅکله زه د تا ځواب ویونکی نه یم زه غواړم چې دغه نقطه ته اشاره وکړم ولی د ولایت په کچه د نظامي کمیټې مشر ده او هغه باید د پوځي هغه پلان او بندوبست باید که هره ورځ نه کیږي په هر څو ورځو کې باید دی ترسره کړي او نظامي او پوځي مشران باید د ولایت په کچه څوک چې دی که امنیه قمندان ده که د لوا قمندان ده څنګ ته که د امنیت رئیس ده دوی باید سره راغونډ کړي او سره کښېني حتی د ولسوالۍ نه باید قمندانان را وغوښتل شي او دغه وضعیت وڅېړي زه فکر کوم چې یو لامل هم دا ده چې څنګه چې استاد هم ورته اشاره وکړه هلته هغه اشخاص چې بیل بیل ارګانو ته انتخاب شوی هغه والي ته ځان ژمن نه بولي او هغه ته حسابدي ځان نه بولي کله چې ورته وایي چې مثلا نظام ته د تا خبره تاییدوم حتی ممکن ځان نظام ته ژمن نه بولي او اشخاص ته ځان ژمن بولي احمد او محمود ته ځان ژمن بولي که چېرې مثلا د والي ورته وایي چې ما ته لس عسکر راکړه هلته تهدید ده تاسو باید عملیات ورباندې وکړي او دا مشکل باید رفع شي زه فکر کوم چې هغه د والي خبر نه مني دلیل هم دا ده بله استاد ډېر زر تاسو ته راګ بیا هم خراغ لاست فکر کوم که چیرې مثلا هغه د مجازاتو فرهنګ او دستور دلته دود شي دا ډېر ښه ده کله چې مثلا یو ولایت سقوط کا یو ولسوالي سقوط کا باید هغه مسؤولین را وغوښتل شي او پوښتنه ځینې وشي چې ولې دا کار وشو اما دغه کار ممکنه دی په داسې یو نظام چې موږ تاسو لرو دلیل څه ده دوی مثلا بیا پورته کوي چې د افغانستان هغه ملي مسله دغه مسله ته اجازه نه ورکوي هغه ملي مسله څه شی ده دا ده چې اشخاص افراد رهبران ته مثلا ژمن دي ملک ته ژمن دي که چېرته مثلا یو خاص ولسوالۍ ته زور الف ب ولسوالۍ کې مثلا سقوط شوه او ته غواړې چې مثلا هغه امنیه قمندان نه پوښتنې وکړي چې دا دې ولې وکړو خلک ځینې کړۍ دای فکر کوي چې دا خاص
د قومندان لپاره او د قومندان خاص هغه ډلې لپاره او غ حزب لپاره یو ګواخ دی جوړوي او قصدن دا کاری کړی. کله چې مثلا ولایت سقوط کوي او تر برتوی چې مثلا د امنیت رئیس مسؤل ده پدغه کې والی مسؤل ده ګرام ده امنیت قومندان مسؤل ده باید دغه ځواب وي خلکو ته. هغه بیا د فکر کوي چې نه دا خو نور کړی دلته هغه ولایت سقوط کړل دلیل دا و چې پردو باندې پلان درلود او غواړي چې دغه قوم دغه کړی دغه حزب دوی خلکو ته ضعیف او پړو بولي ورته دلیل هم دا ده. که چېرې دغه ذهنیتونه دا بد ذهنیت دا مفکوره له منځه ولاړ نه شي او ټول مسؤولین که چېرې ټیټ رتبه مسؤولین دي او که تر وزیرانو پورې دي دولت ته نظام ته د افغانستان اساسي قانون ته د افغانستان خلکو ته ژمن نه یي زه فکر نه کوم چې په دغسې باورونه اوس تاسو وګورئ مثلا قندوز کې که یو خاص قومندان جنګ دپاره ځي هغه ځینې خلک په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې نوم یې اخلي وایي د پلانکې قوم دا غټ قومندان ده او دا شاهکاري کړی هلته د افغانستان ټول بچیان چې فوز کې دنده ترسره کوي پولیس کې دي ملي امنیت کې دنده ترسره کوي هغه د افغانستان ټول قومونو پورې تړاو لري. ځینې مسایل به یي چې مثلا که ته پورته که دوی هم اشتباهات به لري خو هغه اشتباهات موږ باید دفع کړو او که چېرې مثلا فرنسي ګرامي باید ومنو چې دا باید محکمه ته ولاړ شي خدای وکړي چې زما ورور وي کورم ودم ستا سلامت اوسئ مستاق صاحب د بحث سره راټول کړو او د حل په لارو چارو باندې هم وغږیو او د دې تر څنګ تر کومه ځایه پورې مصلحتي حکومتونه یا هم دغه ډول حکومتونه چې په هغې کې اشخاص ته ډېر پام کېږي نسبت د دې چې هغلته په سیستم باندې ډېر زیات کار وشي د دغه ډول ناخوالو زیږنده دي. متاسفانه د دې حکومت جوړېدو کې دغسې خلک سره یو ځای شوي دي چې هغو تر د دوه کالو پورې په خپل منځ کې هغه خپل مشکلاتونه نه دي سره حل کړي او په یو واحد موضوع باندې تصمیم نیول ورته ډېر سخت دي. نو اوس چې د مملکت په مختلفو ولسوالیو کې دا د په یو ولایت کې دغسې جنګونه روان دي دوی باید سره کینی او فیصله وکړي چې مونږ باید دغسې خلک هلته د کارونه ورکړو چې هغوی مونږ ته باید حساب راکړي چې ولې دا خبره داسې وشوه او هغه خبره مونږ باید تر آخره پورې تعقیب کړو او که داسې ونه کړو دا جنګونه به نور هم دوام وکړي دا فرسایشي جنګونه دي. اما دوی دومره زورور شوي دي چې د هغوی نه څوک پوښتنه ګروېګنې نه شي کولی مکافات مجازات هم مخکې اشاره وشول همدا اوس مثلا قندوز په لومړي ځل سقوط کې د قندوز والي په کور کېنول شو امنیه قومندان ته یې تر نن پورې چا څه ونه شولی په داسې حال کې چې د امنیت مسؤول یې خپل امنیه قومندان وشي ده باید ځواب ورکړی وای چې ولې قندوز سقوط وکړ. بالکل هماغه اوس هم د امنیه قومندان ده جنګل باغ او باید هغه نه پوښتنه وشي دا ولې هلته تا څه شی کول تا د یو کال نه تا څه دې زده کړل څه ترتیبات یې نیولي وو. نو دا کارونه تر هغه وخته پورې نه اصلاح کېږي چې تر څو دغه صاحب منصبان هغه مربوط کسان چې په دې ځایو کې دوی ته وظیفه ورکړل شوې ده ښه معاش ورکول کېږي وخت چې دوی ځي لس پنځلس عسکر تر شا په نورو موټرو کې پسې روان وي دوی باید خپل وجدان ته باید هغه وکړي پاملرنه وکړي چې دا ملت د ما اوږو ته راسپارل شوی او زما وظیفه څه ده زه باید په دې برخه کې زه باید څه وکړم. نو تر اوسه پورې لکه چې وویل شول یعنی مکافات ډېر زیات دي مډالونه هم ورکول کېږي خلکو ته نور ځایونه هم ورکول کېږي او دوی نه باید جدي پوښتنه وشي خصوصا د قندوز په برخه کې ځکه چې تېر کال قندوزیانو ډېر مشکلاتونه ولیدل تلفات یې ولیدل راغلل دلته کابل ته راغلل مهاجر شول بیرته لاړل په دې تمه چې بیا به دا نه تکرارېږي دا خبره بیا تکرار شوې ده. ډېره زیاته مننه کوم کور مودان سلامت اوسئ چې زه ورته تشریف راوړو قدرمنونکو تاسو خبر نه کوئ خوانته پاره زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا پلوې مهربانه خدای سپارم الله مو ملشه.